سلام بچه، خوش اومدید ویدیو کیو اند ای با امیر ایزد. امروز کنار برج میلادیم. اومدیم که به سوالات شما جواب بدیم. با ما همراه باشید. سوال اول، چرا با پرشین روس میگردید؟ چون دوست دارم. چه سوالی ها؟ خیلی خیلی یه عالمه سواله که مونس یا یوتیوب؟ دوست دخترت یا توییچه؟ $1,000,000 یا مونس؟ خیلی سوال مسخره‌ای بچه، واقعا یعنی لو لول تن سوالی که زندگیم دیدم. بچه چرا حتما باید یه کار خاصی داشته باشه که با بقیه یوتیوبرها و استریمرها ویدیو بگیره؟ چرا همینجوری نمیگیره؟ واقعا یه بیماریه، نمیدونم دلیلش چیه. اصلا نمیتونم انگار همینجوری بی دلیل ویدیو بگیرم. حتی تازه دارم تمرین میکنم بذار این شکلی بشه. مثلا ولاگ یه ظهر با امیر ایزدی که گرفتم اگه ببینید تقریبا همین مدلیه. دارم سعی میکنم این شکلی استریم کنم ویدیو بگیرم، امیدوارم که تاثیرگذار باشه. حنا کورول چی شد؟ دوستان سوال این شکلی، مثلا اکبر چی شد؟ محمد چی شد؟ حنا چی شد؟ اینا همشون خودش یه پیج اینستاگرام دارن، تلگرام دارن یا هر چیزی. برید پی ویشون بگید چطوری، چه خبر، بهتون جواب میدن. من مشاور منشی و رابط آدما با شما. تتو پرسیدن که درد داشت. ببین تتو که من زدم یه همچین طرحی، یه تتو که من زدم اینجوری باشه، این تتو خیلی درد داشت، خیلی سوزش داشت. تتو ساده ای محسوب میشه، ولی تتوهای طرح داره مثلا سنگین تر یه ذره سوزش داره. ولی در کل این جایی که من زدم، این نقطه از بدن که من زدم، واقعا هیچ چیز خاصی نبود. انگار مثلا یه نفر با اتود محکم رو دستتون مثلا بکش. اینجوری بود، اذیت نشدم اصلا. و در مورد بیماری اینا پرسید، خب جای معتبر برید که وسایلشون تمیز شده باشه و جای معتبری باشه که زیاد پیششون تتو میزنن. قطعا مراقب این چیزا هستن، مثلا بهداشتی رعایت میکنن و مشکلی براتون پیش نمیاد. تو فکرشو بکن تو دریایی برای تفریح رفتی، میفهمی یک کوسه داره دور و برت میچرخه و با کشتی هم خیلی فاصله داری، اون لحظه چیکار میکنی؟ شل میکنن. کار دیگه نمیتونی. کلاب با اورکا رو خیلی گفتی، با اورکا کلاب بده چشم. حتما یا استریم یا ویدیو با اورکا کلاب میدم. امیدوارم که حال خودم خیلی دوست دارم، ازم ترکیب باحال میشه و شاید یه هات موز با اورکا. خب گفته علت خاصی داشت که اونجا تتو زدی یا همینجوری دوست داشتی؟ اینکه اونجا زدم چون تتو آرتیست خوبیه، به معرفی شده بود رفتم زدم. همین کاراش خوب بود، این طرحی که من می‌خواستم میتونست خوب اجرا کنه، رفتم اونجا زدم. اولش راه اندازی موزلم، بعدش هم هات موز. قدم بزرگ بعدی تو کار چی میتونه باشه؟ حالا تو معلومه تازه من آشنا شدی، یعنی از موزلم ما آشنا شدی. من قبلش کلی کار دیگه کردم و این مسیر ادامه داره دیگه. به قول مهراتی دیدن رو به جلو، رو به افق. بریم ببینیم چی میشه. کلی ایده تو ذهنم هست، امیدوارم که اجرایی بشه. پارت بعدی هات موز کی میاد؟ دوست دارم زودتر بگیرمش، ولی یه ذره حس میکنم مثلا خوب نمیشه. هی میگم خوب نمیشه، خوب نمیشه، فکر اشتباهیه. بعد بگیرم از من سعی میکنم هرچی زودتر. نظر در مورد بیگزمو بچه، خیلی نظر من در مورد افراد مختلف پرسیدید. من نظراتم مشخصه، چه میدونم تو توییتام، تو حرفام، تو استریمم. ای دنبالم کنید این نظر من رو به افراد چیه. من نیازی نیست به شما نظرمو بگم و نظر من در کل خیلی مهم نیست. من میگم بیگزمو گفتن بدی، آدم خوبیه، فرقی به حال شما نمیکنه. مهم اینه که شما با چه آدمای حال میکنید. نظر من اصلا مهم میشه براتون. تا حالا شده با یه دختر استریمر یوتیوبر رابطه جنسی داشته باشی؟ چه سوالیه. اگه میخواستی از زندگی فیلم بسازی اسمشو چی میذاشتی و چه آهنگی براش انتخاب میکردی؟ میذاشتم Living the Moment، در لحظه زندگی کن. آهنگش هم چی میذاشتم؟ آهنگ فیلم بادیگارد از کارن همایون فر. گفته از آهنگ گنگ کچلویز خوشت نمیومد، براش توییت هم زدی، بعد الان آهنگ استوریته. به غلط. سمیرا سالی یا میا پلیس؟ خب سمیرا رفیق منه. اگر منظور یک کنونش بیشتر دوست دارم قطعا سمیراشون دوستم، ولی اگر لحاظ کاری داری میگی ویدیوهای میا پلیس رو خیلی دوست دارم. او یه نفریه، فن پیج فرشاد سایلنته، میلیون بار به من گفته تامنیل زن نمیخوای، دایرکت استوری. اینجا هم پرسیده آقا اگه میخواستم میگفتم میخوام. سخن از بزرگتر کوچیک‌تر، سخن متولد 80 و متولد 75 و قاعدتا از من کوچیک‌تر. گفتم من تا حالا از هر کی سوال پرسیدم جوابم نداده، ولی تو رو خود جواب بده. دوست دارم خاطره اولین سیگار کشیدنتو بشنوم. اولا که آقا در مورد سیگار کشیدن خیلی سوال میکنید، خیلی خیلی چیز بدیه سیگار کشیدن، واقعا ته دل میام. یعنی خودم خیلی دوست دارم که سیگار کشیدنو ترک کنم تو اولین فرصت. واقعا بیشترین کاری که با شما میکنه ضرر رسوندنه، یعنی میزان تاثیر مثبتی که داره خیلی کمتر از ضررشه. و اصلا پیشنهاد میکنم بدبختی کامله این کارو نکنید. و اگه من دوچارشم اعتیاد دارم دیگه به سیگار و باید ترکش کنم. اما در مورد خاطره اول سیگار کشیدن، واسه خاطره خاصی نیست. خودم تنها بودم، رفتم سمت میدون حفوظ، روم نمیشد یه نخ بگیرم، یه پاکت گرفتم، یه نخ کشیدم و انداختم دور. حدودا چقدر هزینه ساخت استودیو موزلن شده؟ پیش هر روز چقدر شده به نظرت؟ من فکر کنم 300 تا 300 میلیون؟ آره. بیگزمو میگه 800 میلیون یه ملده پزینه اتاق شده. اتاق بیگزمو؟ بیگزمو که میگی؟ آره. نمیدونم چون کموده، خب معمولا کموده معمولا گرم. من دوتا پی سی ها میشه 300 میلیون. پس موزلن یه 2 میلیاردی رفته. از این استودیو موزلن فکر کنم خیلی شده، نمیدونم.
ببین ما اونجا 4 تا سیستم داریم، فقط سیستم‌های خودم 2300 تومن میشن. مانیتورای من نمیدونم خیلی. و همه چی بهش اضافه شده، یعنی خیلی هم اضافه شده بهش. دستگاه تصویر هم خیلی چیزا داره نمیدونم واقعا. ولی مطمئنم بالای 700 میلیون باشه، مطمئنم. من خودم میام اونجا 300 میلیون بهش اضافه. مونس چجوری باش آشنا شدی؟ با مونس من از طریق دایرکت طرفدارم بود، ویدئوامو نگاه می‌کرد و کارمو دوست داشت، با هم دیگه هم صحبت شدیم و جفتم از هم دیگه خوشمون اومد. به همین سادگی. تاره شده که خودت و این دنیا قطع امید کنی. قطعا من میشه آدم قطع امید نکنه. اصلا برای هر انسان معمولی موضوع پیش اومده که هزاران بار تو زندگی ناامید شده باشه، قطع امید کنه از زندگی. ولی مهم اینه که همه امید داشته باشن و ادامه بدن، چون امروز نمیدونی فردا چه خبره. ممکنه فردا از عرش به فرش برسی، پس فردا دوباره از فرش باشی، وقت معلوم نیست اتفاقی برات میفته. بعد امید داشته باشی به زندگی. هی قرار باشه یه روز از زندگی تو دوباره زندگی کنی، اون روز کی هست؟ فقط دوباره زندگی میکنی، نمیتونی تغییرش بدی. یه روز بخوام هم تکرار بشه زندگی. علاوه کاری میگم جفتش هم زندگی هم کار، ولی یه ذره به کار مربوطه که راحت بیشتر حسش میکنی. شاید اولین روزی که موزلند ویدیوش اومد، اون ویدیویی که ما لایف پخش کردیم 2000 نفر داشتن لایف نگاه میکردن، برای من خیلی فراتر از توقعاتم بود و ذوقی که تو چشای بچه‌هام دیدم، یعنی محمد و علی که چون اصلا تو این کار نبودن و احساس افتخار زیادی میکردم که میبینم تونستم کمک کنم بچه‌ها اینقدر خوشحال باشن، خودشون اینقدر تلکونن و اینقدر مردم رو شمال میکنن، خیلی برام خفن بود. چه عادتی از خودت اگه بشکنی بشه به خود افتخار میکنی؟ قطعا سیگار کشیدن. اگه بتونم ترکش کنم واقعا میخوام افتخار میکنم. بالاخره میشه دیگه، شدنیه. خیلی این کاری کردم. من بعد این کارو انجام بدم. مخصوصا که از این ناراحتم که رو بعضی از پیورا تاثیر بدی گذاشته. یعنی خیلی حس میکنن کار خوبیه. این موضوع جدیدن خیلی تو مخم. بگو چه جوری پسر نسبتا توپول میتونه مخ دخترا رو بزنه؟ چربیات اگه نمیتونی مخ بزنی، من یه حرفی ندارم. یعنی چربیه آخه. مهم اینه که تو آدم خوبی باشی، آدم جذابی باشی، آدم باحالی باشی، فام باشی. برای یه نفر جذابی اصلا مهم نیست چه استایلی داری. که سیکس پک داشته باشه، نداشته باشه، اصلا معیار نیست. اگه معیار یه آدم واقعا اینه که هیکله چه جوریه. فقط این براش مهمه که مثلا اون آدم به درتون نمیخوره. یه سوال دارم، عادیه کلا با هر کی دوست میشی اینقدر زود استوری عاشقانه و اینا میذاری یا این دفعه اینجوری شد؟ ببین خیلی هم گفتم مثلا وا شما تازه آشنا شدید یا نمیدونم رفتی تتو زدی به این زودی فلان، ولی نکته ای که هست اینه که من از 15 16 سالگی همیشه تو رابطه بودم، دوست دختر داشتم و اگه میبینید الان یه نفر رو میام مثلا به شما اعلام میکنم یا ابراز علاقه هم بهتون نشون میدم، من وقتی یکی دوست دارم و تمام وجود دوستش دارم. اما اگه این رابطه برام اینقدر خاص و ویژه است، چون آدم هاشم خاص و ویژه است، یعنی در 15-16 سالگی دنبال یه همچین آدمی بودم، تازه الان پیداش کردم. برای بعضی شده عجیبه، نمیدونم، شاید چون تجربهش نکرده براتون عجیب باشه، ولی برای من چیز عجیبی وجود نداره. دارم لذت میبرم و خوشحالم، حالم خیلی خوبه و از اینکه حال خوبم با شما به اشتراک بذارم لذت میبرم. یه سوال فانم هست، گفته برنامه نداری چشای مونس پشت کمر تتو بزنی؟ نه آقا، این سوال جدی. من برای شما دنیا جهانبخش مهراد جم بودم که منو با اون مقایسه میکنید، خیلی واسم عجیبه. این همه آدم تو دنیا این کارو میکنه، حالا دیگه لطف شماست. خیلی چاکرین. اگه من دنیا جهان بختم، شما هم طرفدارای دنیا جهان بختم. آها، مشهد و فرشاد سایلنت چی؟ من ریاکت کردم یکی از ویدیوهای فرشاد. خب فرشاد با من خیلی رفیق، واقعا با هم رفیق بود و کلی واچ تایم داشت تو استریم من. 3-4 فکر کنم 3 روز واچ تایم داره تو استریم من. موقع خدافظیش از ایران جز رفیقایش بودم که دعوتم کرد که باش خدافظی کنه و ما خیلی با هم صمیمی بودیم، ولی با یکی از تامنلای من حال نشد و فکر کنم خیلی احساسی تصمیم گرفت که با من قطع ارتباط کنه. نمیدونم، من هم ازش عذرخواهی کردم، همش پیام دادم، با اینکه هنوز بر این باورم که من هیچ اشتباهی نکردم تو این داستان، چون حتی با من صحبت نکرد حلش کنه، ولی گفتم اوکی رفیقم، ازش عذرخواهی میکنم. ولی دیگه جواب منو نداد، نه تو واتساپ، نه اینستاگرام، نه هیچ جا. وقتی یه آدم انتخاب کنه منو حذف کنه کلا از زندگیش، من نمیتونم استوری بکنم به ادامه اون رفاقت. و این تصمیم فرشاد بوده یک طرفه، ولی من دوست دارم بازم با فرشاد رفاقت کنم. اصلا برام بحث آمار و اینا نیست. یه روزی فرشاد سایلنت دیگه نه یوتیوبر باشه نه استریمر، بازم آدم باحالی، دوستم باشه رفاقت کنم. ولی خب دیگه این فرشادیه که الان هست و این تصمیمش اینه، من کاری نمیتونم بکنم و توضیح بیشتری نداره. با همین، به همین سادگی. مگر ما فردیکسای خوب نیست و چرا با هم یه حرکت یا کلاب نمیزنیم؟ با فرهاد چرا؟ ما با فرهاد صحبت کردیم، با هم دیگه مشکلی نداریم، اختلافات قدیمیمون حل شد، سوء تفاهم ما حل شد. اگه چیزی هم بوده از هم اصلاحی کنم، این ناراحتی بوده، ولی هنوز رفیق صمیمی نیستیم، باید زمان بگذره. رفاقت برای فرهاد ایکس یه دکمه نیست، برای من یه دکمه است. من با یه دکمه رفیق میشم، با یه دکمه رفاقتمو قطع میکنم. برای فرهاد گفت برای من این شکلی نیست، باید زمان بگذره. منم گفتم اوکی، هر طور راحتی.
ولی الان ما هم اختلافی نداریم، بعد ببینیم زمان چه چیزی رو واسه ما میخواد و همین دیگه. مرسی که توی این ویدیو همراه من بودید. اگه دوست داشتید بازم ویدیو بذارم، لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید. همین، عاشقتونم. تا درود دیگه، بدرود. موز گنگ. اگه نرسه فردا، تقدیر این بوده نه دست من نیست.